به نام یاد خدا. هموطنان عزیز، خواهران و برادران گرامی، امید است که هر کجای افغانستان و کشور جهان که هستین صحتمند باشین با تمام اعضای خانواده تان و خدا کنه که از مرض جدید کرونا همچنان به دور باشین. خداوند صحتمندی همیش نصیبتان بکنه. ما اگر بشینم به شما توصیه بکنم یا نصیحت کنم که توجه بکنین، من خودم بیشتر نمیتونم توجه بکنم به این موضوع، به خاطر که کل کارم با مردم است، همیشه در کنار مردم هستیم. به او دلیل احتیاط میکنیم، اما به او اندازه‌ای که باید احتیاط بکنیم نمیشه. اما از شما خواهش میکنم که طفلک‌ها را و دیگه اعضای خانواده را متوجه باشین تا از این مرض در امان باشند. دوستان عزیزم، خانواده های گرامی، ما به سلسله معرفی جاهای کابل یا ساختن گزارش از بعض منطقه های کابل امروز به منطقه کارته پروان آمده ایم و می خواهیم که از اینجا حرکت بکنم بریم به طرف قسمت فراموشم شدم بهارستان، یعنی از پیش لیسه نادریه و کارته پروان شروع می کنیم، میریم تا قسمت بهارستان ببینیم چه تغییرات در این قسمت ها آمده. شما تصویر میبینین لیسه نادریه، یکی از لیسه های که تعداد زیاد متعلم از اینجا فارغ شدن و تعداد کسانی که از اینجا فارغ شدن معلوم میشن به خاطر در منطقه دهنونل و باغ بالا و کارته پروان اینجا کسانی بودن که خانواده های تحصیل کرده بودن و در اوایل جنگ‌های داخلی از افغانستان رفتن، خارج از افغانستان رفتن و من باور دارم کسانی که از اینجا فارغ شدن حداقل تا 10 سال 20 سال پیشتر هم بیشترشان خارج از افغانستان زندگی میکنن، یعنی کمترشان داخل افغانستان زندگی میکنن. ناگفتن اما سر و صداهایی که لیسه نادریه خیلی بلند میشد، به این معنا که شاگردای لیسه نادریه همیشه جنگ میکردن. یک آوازه بود، من نمیفهم چقدر واقعیت داشت، شما بنویسین برای ما که شاگردای لیسه نادریه همواره جنگ میکردن و زاده خورد وقت رخصتی حتما میبود که یک فرهنگ خوب نیست، اما این رایج است که در دوره مکتب یک سلسله جنگ و جدل بین شاگردای و متعلمای مکتب سر چوکی، سر تخته، سر تباشیر، سر نگران، سر آذری، سر بعض موضوعات یک جنگ و جدل میباشه. زمانی که کس فارغ میشه یا متعلم فارغ میشه اون زمان یادش میاد برش خیلی جالب میباشه که آی ما چی کار کردیم. در پلوی از او یکی از بخش‌های احصایی ولایت کابل در اینجا است، کسانی که از خود کابل تذکره دارند، تذکره خود میارن اینجا تایید میشن و همچنان در پلوی از او پستخانه کارته پروان است. یکی از پستخانه‌ها میفهمید در کابل که فعالیت دارند تمامش از قدیم بود. خدمات پسته رسانی در اون زمان خیلی سریع بود، خیلی صاف بود، شفاف بود و به موقع میرسید. اما سریع بودن پست ها که در اون زمان بود آل بکندی، اگرچه در یک سال، یک و نیم سال یا دو سال اخیر خوب شده، به خاطر کسی که رئیس افغان پست است اونا بسیار یکی از شخصیت‌های جوان هستند و اونا تغییرات خیلی زیاده در خدمات پستی به وجود آوردن. اما پیش از او واقعا که نگران کننده بود. من باور دارم که روز تا روز خدمات پستی همچنان در کابل خوب میشن. اینجا هم یک لوحه گذاشتن به نام جاده جهان، دیگه‌اش خوانده نمیشه، پتش کردن سرش کدام چیز چسباندن که من پتانم خواندم. ما از مسیر لیسه نادریه روان هستیم به طرف کجا؟ جایی که سینمای هم وجود داشت به نام سینمای بهارستان. آل سینمای وجود نداره، صرف پارک است، اما پارک هم در وضعیت خوب قرار نداره. بلند منزل‌ها خیلی زیاد ساخته شده در منطقه بهارستان و کارته پروان، یعنی کسانی که 20 سال پیشتر هم حداقل یا 15 سال پیشتر هم از افغانستان رفته، از منطقه کارته پروان یا بهارستان رفته دوباره بیایه اینجا را به درستی شناسایی کرده نمیتونن، به خاطر اینکه تعمیرها خیلی زیاد ساخته شده، سرکا پخته شده، حتی سر جوی‌ها به این شکل میشه بگیم کتاره وره گرفتن تا موتر اگر میتونه سر جویم بیایه آسیب نرسه. مگر ما که توجه نموداریم مردم این موضوعات هست، هنوزم جویی که حدوداً بیشتر از 50 سانتی عمق داره، چقوری داره، میبینید کاملا با آب پر است و اینجا مربوط ناحیه دوم شارواله کابل میشه. در کنار دیوار لیسه نادریه از قدیم بولانی فروش و خسته فروش و کسایی که بودوز از سر و بود رنگ میکنن از امون زمان کار میکرد مردم، تا هنوز هم مردم اینجا کار میکنن. اینجا یکی از شفاخانه خوسی. کاکا سلام. چطور هستین؟ شکر. نام شما چی است؟ نام چی میکنی برای کاکا؟ اه؟ یک صفحه کار هستم نشون. نه گفتم نام چی است؟ نام چی میکنی بیا؟ نام تا نمیگی؟ نه چی میکنی نام برای؟ خب میگه نام چی میکنی؟ وقتی شما از طرف لیسه نادریه میایین و به طرف بهارستان میرین دو کوچه میاد. یک کوچه که فکر میکنم که انتحاریه که سر استاد ربانی هم صورت گرفت در این کوچه بود. یکی از تلویزیون‌های خصوصی همچنان اینجا فعالیت داره و میمانخانه یا خانه خود استاد ربانی هم اینجا وجود داره که فعلا صلاح‌الدین خان می باشه. من ایفا منحیث خانه استفاده میکنن یا منحیث میمانخانه، همون باور دارم اینجا اینا یک خانه دارن. به همون خاطر هم شما میبینین که قطاره امنیتی یا موانع امنیتی ایجاد کردن، حتی سنگای استنادی در اون قسمت پیشتر شما میتونید ببینین که وجود داره، یعنی سابقا تا موترها نمیتونست بره از این مسیر عبور بکنن، اما معلوم میشه که حال موانع ها وجود داره مگر به موترها اجازه داده میشه. یک کوچه دست چپ است، یک کوچه هم دست راست. این کوچه دست راست اینجا آبادی نسبت به سابق خیلی زیاد صورت گرفته، یعنی سابق خانه یک منزله بشه بود و آن خانه های دو منزله بیشتر از پیش ایجاد شده. از این منطقه کی هست همینجا؟ شما هستین؟ یک دقیقه گپ بزنید درباره همینجا. نام شما؟ حشمت جان. در این منطقه زندگی میکنی؟ چند سال میشه؟ 6 سال میشه. کم وقت میشه یک کسی که از 20 سال شبه باشه اینجا. شما هستید؟ شما چند سال میشه اینجا هستید؟ بعد تقریبا یک قسم گم میدین فقط ما پیش شما ولا باشیم ببریم. نه خدا نکنه خوب بردن نیست. چند سال میشه هستید؟ شاید 27 سال شده. 27 سال. هدف من این است که نسبت به 15 20 27 سال پیش چقدر تغییر آمده در این منطقه؟ خیلی زیاد آمده. بعد اون نفوس کم بود، خدا نفوس زیاد شده. یکی خود تغییر نفوس آمده. دیگه مثالش این مردم از جای بلا منزل مثال آپارتمان دیگه و خانه دو منزله هم کمتر بود اینجا. او کلش دو منزله بود. دو منزله بود. آ جان حال سه منزله و چهار منزله هم شده. سرکا پخته شده. و خامه بود، کوچه خامه بود. یگان سرکا موانع ایجاد شده. اون موانع خطرناک یک کوچه است دیگه. کوچه نه دیگه. این کوچه کدام نام داره؟ بله کوچه سرمیاش نام داره. این کوچه سرمیاش از قدیم نامش بود. از قدیم است. و این کوچه پایین کدام نام داره؟ یک کوچه لیسه نادریه، کوچه مکتب نادریه. بله آسان. تشکر. کوچه دیگه که من بازوام نام داره؟ اون کوچه معراج است. کوچه معراج. بله. بس تشکر امیر میخواستم. زنده باشین. گلفروشی که از قدیم وجود داشت در منطقه کارته پروان تا هنوز هم این گلفروش ها هست. قسمی که گفتم بلند منزله ساخته شده و یا مرکزهای تجارتی زیادتر ساخته شده در این منطقه، این هم نمونهش است. یک زمان آرایشگاه خیلی زیاد 5-6 سال پیش در این منطقه صرف حال یک آرایشگاه معلوم میشه، آرایشگاه زنانه. یک تعمیر زیر کار است، شاید وقتی تعمیر او ساخته بشه چهره این منطقه بیشتر تغییر بکنند و اینجا وقتی شما میبینید تعمیر است که جدیداً ساخته شده، بلند منزل است، کاملا استاندارد معیاری تاکه هم داره و فکر میکنم در 4 طبقه ساخته شده. ما در قدیما اقسم جاهای مقبول و مفشر نداشتیم، اما امروزه تاجران ما یا کسانی که ثروتمند هستند اونا توجه جدی کردند در این راستا که چطور میتونن از ساختمان هایی که در خارج از افغانستان به گونه معیاری ساخته شده اونا همچنان داخل افغانستان بسازند. مگرم یک چیز ناگفته نمانه، شما وقت خانه های قدیم یا بعض تعمیرهای قدیمی را میبینین تا امروز حتی کانکریتش برجا مانده، اگه یک اندک آسیب دیده باشه اما کاملا برجا مانده. حتی سنگای کاشی در اون زمان یا سنگای مرمر که استفاده شده تا هنوز مورد استفاده قرار میگیره. مگر امروز سنگای مرمر یا کاشی یا سمنت و پلستر که میکنن ببینین که از 3-4 سال بیشتر عمر نداره، دوباره پس تخریب میشه، خراب میشه. امید است که یک استاندارد وجود داشته باشه که مواد ساختمانی به گونه درست استفاده شود و زود یک جایی که آباد میشه و ساخته میشه تخریب نشه و خراب نشه. ما طرف سینمای بهارستان در حرکت بودیم، اما یکی از زیارت‌ها یا یکی از مکانایی که مردم خیلی باورمند هستن و میاین اونجا دعا میکنن منحیث زیارت، اونجا فراموش ما شد که بریم تصویر بگیریم و حداقل یک دعای هم بکنیم. پس بیاین مرا ترغیب بکنین تا اونجا هم بریم. خدا کنه قفل نباشه. آه قفل است والله. ما خدا میتونیم داخل بریم. خب از دور میشه که یک زیارتگاه غازی عدی، زیارتگاه غازی عدی رحمت الله علیه. غازی ادی یک مکتب هم به نامش است. آه غازی ادی یکی از کسایی بود که نامش در تاریخ افغانستان بار بار ذکر شده. اومد این مورد نمیفهمیدم. اولین دفعه است که ما زیارت دیدیم. خب یکی از وطندارا گفتن که اینجا زیارت وجود داره. ادامه میتیم. کوه باغ بالا هم از اینجا دیده میشه. خانه هایی که از طرف شارواله رنگ شد واقعا به زیبایی کو افزوده. جا داره تشکری بکنم از یک و یک شما وطنداران عزیزم که همیشه کامنت میگذارین، لایک میکنین و از نظریات نیکتان ما را مستفید میسازین. وقتی از لیسه نادریه حرکت کردیم آمدیم یک کوچه دیگه هم پیش رویم آمد. دوبین کوچه هم دست راست هم دست چپ. این حال خدا کنم ما کس را پیدا بکنیم بگویه این کوچه ها چی نام داره. فکر کنم پیشتر گفت که این کوچه به نام کوچه میراج یاد میشه. او کوچه است اما این کوچه که به نام چی یاد میشه. خب از شما از این منطقه هستین؟ امی کوچه به نام چی یاد میشه میفهمین؟ سرک دوی بارستان. این امی کوچه و او دیگه اول بود کوچه نادریه. کوچه نادریه کوچه اول میشه بگوییم. اول میشه. آه این طرف بگه. آه فیلالای ما نگیریم. و این کوچه بالا کدام نام داره؟ خیبر موجه شاید یک کس باشه که بفهمه این مورد. میگه کامریت دور بگی لالا که ما نبیاییم در تصویر. امروز می کاکا یک دقیقه ما گپ بزنیم اگر اجازه باشه. کاکا سلام. چطور هستین؟ نام شما چی است؟ نام هیچ. هیچ نیست. هیچ نیست نام. خدا نکنه مسابقه چرا میکنی؟ هیچ شکم ما گشنه. مسابقه چرا کنم؟ تا حالا اون چه موجود است که نام درک نیست. مسابقه میتمتا. مرا نه. ماده خدمت. گو مرا نه. میتمت خوب باش که ما گپ بزنیم امروز. شکم. پیسی نام درک نیست. پیسی نام درک نداره. اینا پیسی چای صبح تام نان چاشتم. الله تو رقم نکن. صحیح شد؟ آه چطور شد؟ اینا یکم خنده کردی؟ آه چرا؟ الری تی درک دیگه کسای کردی. بگو. نام تو بگو برام. نام غلامغاز هستم از لغمان. خب. از لغمان شریف هستی؟ از لغمان. مام لغمانی هم رایت گپ بزنم صحیح است؟ آه سکونت میکنم در کارتینه و در شرق خراسان. خانم از خود ندارم. امیر که چطور چه بگم؟ هر روز اینجا میای کار میکنی؟ ما در 20 سال میگم. 20 سال است. این کوچه چی نام داره؟ این سرک دوم بهارستان. سرک دوم بهارستان. بچه چی کار میکنن؟ بچه دیگه می کراچی دارن امی غالیه خانه را میبرن یک جای دیگه. چند بچه داری؟ 4 تا. هر 4 جوان است. هر 4 جوان. نه ما صاحب کانواسه شدیم. اما تو چرا باید کار کنی؟ تو را باید مثل گل وارد خانه نگاه کنن. خب باشه نه. که داشته بایم سرپگی ندارن. اوام ندارن؟ اوام ندارن از ما بدتر. هر کامش 6 سر، 7 سر، یکیش 12 سر ایده است. آل 12 تا اولاد چی میکنه او؟ خب تو تامه داشت کورسه کنه میتونه. کنه خود تست. چطور؟ میکنن بچه میارن. دکتر میارن دیگه چی بگم جاده؟ خدا تو را جوان مرد نکنه. یک چیز گفت کاکا خورد. سرایش گم کردیم. خوب کردی. بیادر ماستم غریب. بگو خوب. با بلاد. 2 شب پیشم چیز پختم و بلا قسم کردم 2 شب در میزمستان 3 شب ما پختنیم چیز نکردیم نه چوب داریم نه خانه داریم نه زندگی داریم یک میب یک 100 روپیه کرایه رفت آمد آمد میشود یک 200 دکان داری میکنم و یک 5 تنان خانه میبرم گوشت خواهد ایده کلان پس از سردگدار نمانده از ایده کلان از قربانی سو این زندگی ها فیر میشه ایش دمی قصهش نباش ما تا چند روز بعد میاییم کمک میکنم صحیح؟ الله تو را کم نکنه دیگه باید مرد نشی خانه تا بعد در جوانی باشه دیگه خوش باش دیگه جگرخون نباشی با خدا میاره گفتم چای ما جوش هسته با قرآن شریف پیسه دینه چیشتون موتر اون از اون موتران دینه دار پگرزیم بر خودان خریدیم اینال دیگه برو دیگه همون تو یک تایتو کرد چای تو زده باش الله تو را کم مامان خدا کاکا زنده باشه از این کوچه کس هست سابقه دار چی نام داره می کوچه میفهمین؟ سرک دوی بهارستان میگن به نام کوچه میراج هم یاد میشه؟ میراج خب به خاطر که پلازا به نام میراج است خب این خب نو شده خب سرک دوم بهارستان در حقیقت هم اینجاست تشکر از اینکه تا این لحظه بیننده گزارش بدین اگر میخواین گزارش های قبلی بنده را بیننده باشین اینجا را کلیک بکنین و اگر میخواین گزارش های آینده را بیننده باشین اینجا را کلیک بکنین و اگر میخواین با شبکه جهانی آریانا همیشه باشین پس ما را سابسکرایب بکنین